کنسرت رو میخواستیم بزنیمش خودمون یه چیزایی میگفتیم که خودمون خوشمون نمیومد از این چیزایی که میگفتیم ولی بعدها دیدیم که دوستمون ندا جبرائیلی که بازیگر جوون هم نسل ماه توی روزنامه شب یه متنی رو چاپ کرد که من اونو گفتم که قبل این آهنگ براتون بخونم. ندا نوشته که من دلم خوش است به مردمی که هر شب با صدای شهرمان بخند در گوششان به خواب می روند. به دهش هستی هایی که از شب آواز ساخت تا ترسش بریزد و از رنج هایش قصه ساخت. و چه قصه هایی که در راه است و این روایت حالا ادامه دارد. چه قصه گوهای زیادی که در این شهر هنوز شناخته نشدند و باید صبر کرد و شنید تا شهرمان جایی بشود برای نرفتن، ماندن و برگشتن. Thank you.
مرسی. خب عشان که پرسه پجلا کردم سال تا سال. خب به نظر من تو تقریبا با هم محصولیم و قصه اینه که ما توی هر آلبوممون تصمیم گرفته بودیم از آهنگایی که قدیمتر از ما، آدمایی که روی ما تأثیر گذاشتن، یه آهنگی بخونیم. خب روز اینجا آدمایی که رومون تأثیر گذاشتن قطعا خیلی زیاده و خیلی سخته جلوشون برای ما اجرا کردن. من یادم خودم اولین باری که آمده دادم تو این سالن کنسرت کامکارها بود و الان که اردوان کامکار اینجا دیدم یادم اومد که من خب خیلی کوچیک بودم، سال مثلا 68 اینا شاید بوده و اونجا یه تکنوازی اردوان کامکار کرد که هیچ وقت یادم نمیاد، هیچ وقت واقعا. نتیجتا آهنگ بعدی یا آهنگی رو ما بازخوانی کردیم از مهرپویا، از عباس مهرپویا، که هر وقت هم خودمون رو آهنگ قبلی رو گوش میکنیم فکر میکنیم اون 50 سال بعد ما اون رو بازخوانی کرده، انقدر که جسورانه تر و مدرن تره. ولی خب حالا ما سعی میکردیم خانه بعدی میرسد زندگی در جام چشم تو، زوجت تو پنگانی از جام چشم تو، من را به چشم تو همچون چشم تو خاموشم چند سرگی سویم خانه بردوشم. Sen de git her canı çaşırdın.